سفر خط خبرها. البته در استان خوزستان و تا حدی استان تهران ما وضعیت شاید بغرنجی رو شاهد هستیم. خیز دوباره کرونا در تهران و چند شهر دیگر ایران. در خوزستان محدودیت ها از نو برقرار می شود. انتقادها از خوشگذرانی رئیس جمهوری برزیل در میان اعضای عمومی برای جان باختگان کرونا. همزمان رئیس جمهوری کره جنوبی درباره موج دوم اپیدمی هشدار داد. برای تبادل همه زندانیان ایرانی و آمریکایی آمادگی داریم. اعلام آمادگی ایران برای تبادل بی قید و شرط زندانیان با آمریکا. سخنگوی دولت میگوید نیازی به میانجی نیست. و ثبت لبخند از پشت ماسک وقتی چشم ها سخن میگویند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران مقام‌های مسئول می‌گویند روند شیوع کرونا در بعضی از شهرها دوباره خیز برداشته، از جمله در تهران. وضعیت استان خوزستان هم نگران کننده اعلام شده. وزیر بهداشت می‌گوید ممکن است در پاییز کرونا و آنفولانزا همه را غافلگیر کند. بر اساس آمار وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته نزدیک به 1400 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 51 نفر هم جانشان را از دست دادند. فرین آسم می‌گزارش می‌دهد. هشدار درباره روند سعودی شیوع کرونا در پایتخت ایران. علی ماهر معاون برنامه ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران میگوید اوضاع این شهر وخیم است و با باز شدن کسب و کارها فاصله گذاری اجتماعی در خیلی از نقاط فراموش شده. ستاد کرونای تهران پیشنهاد داده ساعت کاری در این شهر شناور شود. همزمان وزارت بهداشت هشدارهایی درباره شیوع کرونا در خوزستان داده و اوضاع این استان را نگران کننده خوانده. استاندار خوزستان از تعطیلی اداره ها و اعمال محدودیت در 9 شهرستان خبر داده و گفته بین مناطق مختلف شهرها هم محدودیت های رفت و آمد ایجاد می شود. خبرگزاری صدا و سیما می گوید طی یک هفته گذشته آمار مبتلایان به کووید 19 در این استان تا 200% افزایش داشته. با این حال وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی محدود مدارس از 27 اردیبهشت خبر داده، اما گفته که حضور دانش آموزان اجباری نیست و فقط برای سوال و رفع مشکلات می توانند به مدرسه بروند. این هم جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا است با حضور رهبر جمهوری اسلامی از طریق ارتباط ویدیویی. پیشنهادی ندارم. نظر کارشناسی و بررسی شده ستاد رو معتبر می‌دانم. منتها توصیه‌ام اینه که بررسی این مورد رو به کسانی بدید که اهمیت حضور دعا و توسل و مسائل معنوی رو به معنای واقعی کلمه درک کرده باشن. او در ماجرای گران کردن بنزین و مذاکرات هسته‌ای هم توپ مسئولیت را به زمین دولت انداخته بود. اولین بار در جهان که به جای سعید نمکی وزیر بهداشت از مردم خواسته 4 تا 6 ماه دیگر صبر کنند تا پزشکان رفتار ویروس کرونا را واقع بینانه تر شناسایی کنند. او گفته باید دورانی طولانی را با کرونا سپری کنیم و ممکن است همزمانی کرونا و آنفلانزا در پاییز همه را غافلگیر کند. اما هستند کسانی که هشدارها درباره وضعیت قرمز شیوع کرونا را بزرگنمایی می‌خوانند، از جمله محمد مهدی باقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم. این خبری که درباره کرونا میگویند دروغ است. خبر اینقدر بزرگ نیست. خطر هست ولی اینطور نیست که اینها میگویند. پشت این توطئه است. پزشکان امیدوارند با انتقال پلاسمای بیماران بهبود یافته از کووید 19 به بیماران فعلی از سپر دفاعی که سیستم ایمنی آنها در برابر کرونا ایجاد کرده استفاده کنند. من از دوستان و بیماران بهبود یافته کرونایی میخوام که به شکرانه سلامتشون در این شب‌های عزیز مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون 16 استان کشور داشته باشند و با اهدای پلاسماشون که از اهدای خون خیلی راحت تر هست و اصلا خونی از بدنشون خارج میشه بلکه زردابه خونشون توسط ماشین گرفته میشه به بهبود بیمارانی که الان در بیمارستان ها بستری هستن.
بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تاکنون 107603 مورد ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده. 6640 نفر هم بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تاکنون 86143 نفر بهبود پیدا کردند. بسیاری از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس درستی آمار وزارت بهداشت را زیر سوال بردند. بعضی مقام‌های پزشکی و بیمارستانی هم این آمار را بسیار کمتر از آمار واقعی دانستند. با این حال وزیر بهداشت ایران آمار ارائه شده توسط وزارتخانه‌اش را منظم‌ترین و عالمانه‌ترین آماری دانسته که در دنیا ارائه می‌شود. فرین عاصمی، بی بی سی. از دکتر بهروز توکلی، متخصص اپیدمیولوژی و استراتژیست بهداشت عمومی، درباره موج دوم کرونا پرسیدیم. ببینید، موج اول یا دوم یا هر موجی قانونمنده. این قانونمندی دقیقاً پایه‌های علمی داره و محاسبات. تمام مدل‌هایی که تو دنیا تا حال به وجود اومده توسط افراد متخصص و دولت‌ها دارن از پیروی میکنن و دولت‌های موفق مثل آلمان، کره جنوبی و جاهای دیگه، این مدل ها اینا قانونمندیش یکیه. اگر کنترل نشه، اگر میزان ضریب انتقال بره بالا، خب این ضریب انتقال به سرعت میتونه افزایش پیدا بکنه و تعداد بیمارا مبتلایان رو خیلی بیشتر از به اصطلاح امکانات درمانی و بیمارستانا و تخت بیمارستانا بکنه. دکتر بهروز توکلی توضیح میداد. وزارت صحت عامه افغانستان از امکان وقوع فاجعه در صورت شکستن قرنطینه هشدار داده. طبق آمار این وزارتخانه در شبانه روز گذشته بیش از 360 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده و آمار رسمی مبتلایان از 4400 نفر گذشته. همچنین با مرگ دست کم 5 نفر دیگر شمار جانباختگان به 120 نفر رسیده. همکارم نسرین نوا از کابل با ماست. نسرین، وضعیت شیوع الان چطور اونجا؟ در افغانستان هم مثل خیلی از کشورهای دیگه هر روز آمار مبتلایان به ویروس کرونا بیشتر از قبل میشه. این 361 موردی که در یک شبانه روز گذشته مثبت اعلام شده نتیجه حدود 995 مورد مشکوک بوده که آزمایش شده. کلا در افغانستان تا فعلا بیش از 16,500 تست گرفته شده که بیش از 4400 نفر مبتلا به این ویروس شناسایی شدن. در یک شبانه روز گذشته 5 مورد مرگ گزارش شده که همیشان بالای سن 50 سال بودن، به استثنای یک نفر که بالای 30 ساله بوده، و همچنین 65 مورد بهبودی هم گزارش شده. هر روز آمار بیشتر از قبل میشه، ولی آمار بهبودی یافتگان هنوز هم به مراتب بیشتر از آمار مرگ و میر به دلیل ویروس کرونا هست. این همه این افزایش آمار در حالی اعلام میشه که قرنطینه در 4 ولایت افغانستان، قندوز، ننگرهار، بلخ و لغمان برداشته شده. این باعث شد که وزارت صحت هشدار بده و انتقاد بکنه از برداشته شدن قرنطینه که گفته ممکن هست این ما را به رسیدن به اوج بیماری کمک بکنه و حتی یک فاجعه انسانی را در آینده رقم بزنه. تصوری هم که از ولایت بلخ به دست ما رسیده نشان میده که مردم بدون هیچ حراسی به بازارها رفتن. بازارها خیلی شلوغ شده، مثل روزهای عادی، انگار که هیچ ویروسی وجود نداشته باشه، و بیشتر ممکن هست به دلیل نزدیک شدن عید باشه و مردم از این فرصت استفاده میکنن که حتی برای عید آمادگی بگیرن. از آزمایشگاه ها هم شکایت های مطرح شده، مشکل چیه؟ امروز وزارت صحت، معین وزارت صحت در یک نشست خبری پذیرفت که مشکلاتی در ارائه خدمات و رسیدگی به مراجعین در آزمایشگاه ها وجود داره. بیشترین شکایتی که صورت گرفته از تأخیر در اعلام نتایج آزمایش ها بوده، از اینکه آزمایش نتایج بعضی آزمایش ها حتی ناپدید شده و بعد کسی نتونسته به نتیجه آزمایشی که میخواسته برسه، و حتی در بعضی موارد آزمایش ها نتیجه اشتباهی را اعلام کردن آزمایشگاه ها، و ما مواردی داشتیم که کسی فوت کرده و چند روز بعد از مرگش مشخص میشه او فرد مبتلا به ویروس بوده، و یعنی که فردی مبتلا به ویروس بعد از
دو یا سه بار تست گرفتن شناسایی میشه، این دفعات اول درست تشخیص داده نمیشه. من چند ساعت قبل با یکی از دکترهای صحبت کردم که در یکی از بولیتفوریای کابل فعالیت میکنن و شکایتش همین بود که به شفاخانه افغان جاپان که مرکز مخصوص کوید 19 در کابل هست مراجعه کرده و رسیدگی درست به اون نشده و میگفت که حتی خواسته که بستری بشه ولی کسی اهمیتی نداده به خواستش. به هر حال این مشکلات هست و وزارت صحت گفته که حاضر هست بهتری بکنه هر چه زودتر. ممنونم ازت نسرین نوا از کابل. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان از 4 میلیون نفر گذشته. بیش از 280,000 نفر هم جانشان را از دست دادند. بعضی از کشورها مانند آلمان و کره جنوبی که به خاطر مهار این ویروس زبان زد بودند، حالا با مشاهده موارد جدید ابتلا از موج دوم شیوع آن نگران شدند. بعضی دیگر از جمله بریتانیا با احتیاط آماده بازگشت تدریجی به شرایط عادی می‌شوند. اما بعضی از کشورها مثل برزیل و پرو همچنان اوج شیوع کرونا را تجربه می‌کنند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. جنبش ضد قرنطینه هیچ جا به اندازه برزیل پرشور و حال نیست. منتقدان نام این جماعت را جوخه های مرگ گذاشتند. یادآوری از دوران دیکتاتوری نظامی برزیل. اما این معترضان خود را جزو حامیان جسور رئیس جمهوری می دانند. ما بترسیم، عشق ما به رئیس جمهورمون بولسونارو و عشقمون به برزیل قوی تر از ترس ماست. و این خود رئیس جمهوری است که نماینده مخالفان قرنطینه در کشورش است. اما انتشار این تصاویر از خوشگذرانی او در حالی که برزیل با 155,000 مورد تایید شده ابتلا و 10,000 مورد مرگ و میر وسط 3 روز عزای عمومی دست به گریبان است، افکار عمومی را آزرده و برآشفته کرده است. شعار ژایر بولسونارو نترسیدن از کرونا و زنده نگه داشتن اقتصاد است. شعاری که در استرالیا کمتر خریدار دارد، ولی اینجا در مقابل مجلس ایالت ویکتوریا منجر به بازداشت دست کم 10 نفر شد. نه به خاطر اعتراض به قرنطینه، بلکه به خاطر رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی. بعضی از این معترضان میگویند نباید اقتصاد کشور را به خاطر ویروس کرونا تعطیل کرد. اما بعضی اصلا معتقدند خطر کرونا بیش از حد بزرگ شده و بزرگ نمایی آن هم یک توطئه است. حامیان این نظریه در بلاروس جزو هیئت حاکمه هستند. به همین دلیل به رغم نگرانی از شیوع ویروس، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری دستور داد رژه سالگرد پایان جنگ جهانی دوم همچنان مثل هر سال برگزار شود. سالمندان زیادی از کهنه سربازان در این مراسم حضور داشتند، بدون فاصله گذاری و ظاهرا بدون نگرانی از ابتلا به کرونا. ولی بالا رفتن دوباره آمار موارد جدید ابتلا در آلمان و کره جنوبی نشان داد که ویروس کرونا همیشه در کمین است و هر کس که به قول رئیس جمهوری کره جنوبی هوشیاری خود را حفظ نکند در معرض موج دوم قرار می‌گیرد. موارد جدید ابتلا در یک مرکز تفریحی اتفاق افتاد و این نشون میده که حتی در دوران تثبیت امکان داره ویروس برگرده و ما باید ضمن حفظ هوشیاری گارد خودمون رو پایین نیاریم. قرار است نخست وزیر بریتانیا هم امروز با پیامی مشابه جزئیات بازگشت تدریجی به شرایط عادی را شرح دهد. گفته می شود شعار رسمی در خانه بمانید به شعار هوشیار بمانید تغییر خواهد کرد. اما منتقدان داخلی می گویند برای کشوری که بالاترین رقم مرگ و میرها را در اروپا داشته، نه آمار دولت دقیق است نه سیاستهایش. ما داریم به مردم میگیم 31,587 نفر از کرونا مردن. نه خیر، رقم واقعی خیلی بیشتره. مردم از تدابیر پیشگیرانه حمایت میکنن، اما با یک نمایش آماری از طرف دولت روبرو شدن که دنبال آگاهی دادن به مردم نیست. کاش کسانی این آمار را به مردم می‌دادند که از نقاط قوت و ضعف این آمار اطلاع درستی داشتند. کشورهایی که روزهای اوج شیوع ویروس کرونا را پشت سر گذاشتند، نمی‌خواهند به آن روزها بازگردند. روزهایی که بعضی از کشورها در میانه آن هستند. اینجا در پرو، پزشکان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا در شهرهای دورافتاده کشور، یکی از همکاران خود را که مبتلا و بستری شده به پایتخت باز می‌گردانند. می‌بینید، مشاهده می‌کنید. برای خیلی از کشورها سخت‌ترین روزهای کرونایی سپری شده، ولی برای بعضی دیگر معضل کرونا و مشکلات جانبی آن تازه شروع شده. چندین نفر زخمی کشته دارند.
دست کم 6 نفر دیروز در افغانستان جان باختند. نه به خاطر ابتلا به کرونا، بلکه در اعتراض به نحوه تقسیم کمک‌های غذایی در دوران قرنطینه. سیاوش اردلان، بی بی سی. سخنگوی دولت ایران میگوید که جمهوری اسلامی آماده است بدون هیچ پیش شرطی با آمریکا زندانی مبادله کند. علی ربیعی گفته که واشنگتن تا به حال از پاسخ دادن به این پیشنهاد تهران خودداری کرده. او در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته که شیوع کرونا در زندان‌های آمریکا جان زندانیان ایرانی را تهدید می‌کند. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون و نماینده سابق ایران در سازمان ملل، از نیویورک با ما هستند. آقای فرهنگ، بحث تبادل زندانی بین ایران و آمریکا یک سال و نیمه که مطرحه، ولی در روزهای گذشته بیشتر از طرف مقام‌های ایران مطرح میشه. به نظر شما فقط مسئله نگرانی از شیوع کرونا است؟ من فکر میکنم که این میتونه دلیل خوبی برای باز کردن مذاکره باشه، ولی طرفین علاقمند به رهایی از وضعیت نجنگ و صلح هستن، هر کدوم به دلایل خاص خودشون. اولین کسی که در آمریکا این مسئله رو به خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز گفت آقای ابوالفضل مهرابی، مسئول دفتر حفاظت ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن بود، که مذاکره بین ایران و آمریکا برای تبادل زندانی‌ها ادامه داره ولی هنوز به نتیجه نرسیدن. من نظرم اینه که آمریکایی‌ها روی دو زندانی تاکید میکنن، یکی مایکل وایت، عضو سابق نیروی دریایی آمریکا که در مشهد در زندانی است، و یکی هم رابرت لوینستون که به احتمال زیاد کشته شده یا فوت کرده، ولی ایران هرگز اذعان نکرده که او را در ایران دستگیر کرده. به دلایل سیاسی و خصوصا مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ سخت علاقمنده که این اطلاعاتی راجع به آقای لوینستون بگیره برای خانوادش و آزادی مایکل. ایران هم 4 یا 5 زندانی دارن، ولی بیش از هر کسی آقای سیروس عسکری، محقق ایرانی که در آمریکا زندانی است. من فکر میکنم اگر این بتونن این تبادل رو بکنن، به طور تلویحی زمینه‌ای برای مذاکرات محرمانه وجود خواهد داشت. اما آقای ربیعی گفته که آمریکا پاسخی نمیده به این درخواستای ایران، از طرفی گفته که نشانه هایی وجود داره درباره این که آمریکا آماده تر از قبل. شما به نظرتون این نشانه هایی که آقای ربیعی بهش اشاره میکنه چیا هستن؟ بارها و بارها پرزیدنت ترامپ گفته که ما علاقمند به مذاکره با ایران و تبادل زندانی ها هستیم، ولی بالاتر از اینها صحبت این برای اولین بار آقای ابوالفضل مهرابی یک نماینده ایران در واشنگتنه. وقتی او میگه که این مذاکرات در حال ادامه است ولی هنوز به نتیجه نرسیده، به احتمال قریب به یقین آقای مهرابی این حرف رو بدون اجازه وزارت خارجه ایران نمیزنه. در این صورت فکر میکنید که این که فعلا آمریکا پاسخ ایران رو نمیده، چه استراتژی پشتش هستش؟ اگر که خیلی کوتاه لطفا جواب بدید. چونه زنی؟ یعنی این که در واقع آیا ایران حاضره که اطلاعاتی راجع به رابرت لوینستون به آمریکا، تا حالا ایران به هیچ وجه حاضر نشده اذعان بکنه که اصلا این فرد در ایران دستگیر شده. من فکر میکنم برای ترامپ گرفتن اطلاعات راجع به رابرتسون که عضو سابق پلیس فدرال آمریکا بوده و از نظر سیاسی و تبلیغات انتخاباتی گرفتن اطلاعات راجع به او و آزادی مارکو وایت برای ترامپ میتونه دستاورد ملموسی باشه که در انتخابات مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین دارن چونه زنی میکنن. برای من تردیدی نیست که دیر یا زود به نتیجه میرسن. ممنونم ازتون منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. به گفته یک مقام ستاد مقابله با کرونا، روند ابتلا در تهران و چند شهر دیگر ایران دوباره خیز برداشته. در خوزستان دولت محدودیت‌ها را برمی‌گرداند. رئیس جمهوری برزیل به خاطر خوشگذرانی در میان اعضای عمومی برای جانباختگان کرونا مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته. همزمان رئیس جمهوری کره جنوبی درباره موج دوم اپیدمی در کشورش هشدار داده. در ادامه برنامه، ثبت لبخند از پشت ماسک، وقتی چشم ها سخن می گوید.
هیئت حقیقت‌یاب دولت افغانستان یافته‌های اولیه‌اش درباره خبر غرق کردن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایران را اعلام کرده. رئیس این هیئت گفته که 46 افغان وارد خاک ایران شده بودند که 10 نفر از آنها کشته شدند و 15 نفر دیگر ناپدید هستند. ایران این اتهام را که مرزبانانش مهاجران غیرقانونی افغان را به رودخانه انداخته تکذیب می‌کند، اما والی هرات می‌گوید که پیگیر ماجرا است. تعداد 46 نفر در مجموع کسانی بودند که وارد مرز ایران شدند و از این جمله در حدود 10 نفر باشندگان ولسوالی های گلران، رباط سنگی و همچنان ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب متاسفانه جانهایشان از دست دادند. 85 تن به هرات انتقال شده و 85 تن دیگر در محل واقع بنابر تخریبی که شده بوده و آب و شرایط طبیعی که اجساد تخریب کرده بوده در محل واقع دفن شده. تعداد 17 نفر لادرک بودند و خوشبختانه دیروز 2 نفر دیگه هم از جمله 17 نفر پیدا شده و تعداد 19 نفر توسط غواصانی که در اوساحه بودند نجات داده شدند. یک مورد میخوام خدمت شما اطمینان بدم که ما دیگر به دنبال از این نیستیم که آیا صورت گرفته یا صورت نگرفته. ما فعلا به دنبال از اینیم که چرا صورت گرفته. صحبت‌های مسئولان افغانستان بود درباره این اتهام که مرزبانان ایرانی گروهی از مهاجران افغان را غرق کرد. اما بریم خبری که خیلی متفاوت به او لقب معمار راکن رول دادن. لیتل ریچارد، خواننده سرشناس آمریکایی در سن 87 سالگی درگذشت. خواننده و نوازنده‌ای که محبوب میلیون‌ها نفر در سراسر جهان بود. گزارش دیوید سیلیتو را ببین. لیتل ریچارد و ترانه توتی فروتی. هیچ کس تا آن زمان چنین ترانه‌ای نخوانده بود. اگر نتوان گفت که راکن رول را او ابداع کرد، حداقل میتوان گفت که یکی از بنیانگذاران اصلیش بود. میخواستم متفاوت باشم. بهمون موسیقی آروم یاد داده بودن، اما ما بوگی میخواستیم. لوسیل، لانگ تال سالی و گود گالی میس مالی ترانه هایی که راکن رول را با آنها می شناختند. البته در دهه 1950 در آمریکا ترانه های او بیشتر زمانی مشهور می شدند که توسط خواننده های سفید پوست بازخوانی می شدند. می گفت الویس پریسلی از بازخوانی ترانه توتی فروتی او درآمد بیشتری کسب کرده. سال 1957 خوانندگی را رها کرد و کشیش شد. انتخاب میان موسیقی الهی و شیطانی نبرد زندگیش شد. اما خیلی زود دوباره به صحنه بازگشت و با بیتل ها، رولینگ استونز و جیمز براون همکاری کرد. تأثیرش را همه جا می شد دید. زندگی شخصیش پر ماجرا بود، اما بسیاری اون را خونگرم می دانستند. اما جایگاهش در تاریخ موسیقی را خودش روزی فریاد زد. من سلطان راکن رولم. آخش، بالاخره اینو گفتم. حالا حس بهتری دارم. درباره زندگی لیتل ریچارد. مرزبانان چین و هند با هم درگیر شدند. یک مقام ارشد هند گفته که 4 سرباز هندی و 7 سرباز چینی زخمی شدند. گفته شده که این درگیری بعد از گفتگوی فرماندهان دو طرف در منطقه به پایان رسیده. هند و چین با 3400 کیلومتر مرز مشترک بر سر مالکیت بعضی از مناطق اختلاف دارند. شیوع کرونا خیابان‌های نیویورک را خالی کرده. چهره رهگذران هم با ماسک پوشیده شده. در میان یک عکاس نیویورکی تصمیم گرفته که لبخند عابران ماسک زده را ثبت کنه. او رو فیوکس لورا ساری عذرخواهی می‌کنم ازتون. لورا فیوکس هدفش این بوده که به مثبت اندیشیدن مردم در این دوران سخت کمک کنه. او همچنین به این نتیجه رسیده که لبخند بیشتر از طریق چشم ها منتقل میشه. جزئیات رو از زبون خودش بشنوید.
عکس گرفتن از لبخند آدم‌های کاملاً غریبه در حالی که ماسک زده بودن خیلی خاص بود. من لورا فیوکس هستم، عکاسم و اهل نیویورک. الان در خیابان 34 نیویورکم. میخوام ببینم میتونم از لبخند کسانی که ماسک زدن عکس بگیرم. به آدم ها نزدیک میشدم، البته در فاصله 2 متری. خودم ماسک داشتم، باید توجهشون رو جلب میکردم. ازشون میپرسیدم که اشکالی نداره ازشون عکس بگیرم. براشون توضیح میدادم که دارم یک مجموعه از لبخند آدم های ماسک زده تهیه میکنم. اونها هم به هم اجازه میدادن که از لبخندشون عکس بگیرم. خیلی دلگرم کننده است که با آدم ها بگی با وجود ماسک من هنوز لبخندتون رو میبینم، از چشم هاتون و از گوشه صورتتون. فکر میکنم بیشتر لبخند آدم ها رو میشه از چشماشون دید. از این طریق ارتباط میگیریم. میخواستم با این مجموعه این رو نشون بدم که همه آدم ها با هر قدرت و هر سابقه و سنی میتونن در این دوران سخت مثبت باشن و مثبت فکر کنن. این رو هم بگم که اغلب هم درخواستم رو رد میکردن، که البته قابل درکه. مردم ترسیدن، خیلی هاشون سلمونی نرفتن یا لباس خوبی تنشون نبوده یا اصلا دوست نداشتن کسی ازشون عکس بگیره. خیلی ها در غم از دست دادن عزیزشون بودن. همه حوصله لبخند زدن نداشتن، اما اونایی که قبول میکردن میگفتن که تعامل جالبیه. این دوستم اینجا به هم یه لبخند عالی ماسکی زد. مثبت باش. باشه، بعدا میبینمت. یکی از عکس‌های مورد علاقم رو هفته اول گرفتم. اون موقع به این فکر افتادم که عکس‌ها رو جمع کنم و یه مجموعه درست کنم. داشتم تو خیابون راه می‌رفتم که بعد یه مادر و دختر رو دیدم. هر دوشون ماسک زده بودن و داشتن با چاله آب بازی می‌کردن. روز قبلش بارون اومده بود. داشتن کیف می‌کردن. من هم ازشون خواستم که برام لبخند بزنن تا ازشون عکس بگیرم. برام یه لبخند قشنگ زدن و بعد هممون با هم شروع به بالا و پایین پریدن تو چاله آب کردیم. لحظه خیلی خاصی بود. ممنون که با ما همراه هستید.